جناب آقای امینی، در ارتباط با پیشه‌وری یه نکته ای رو میخواستم از شما پرسش بکنم. البته اون دفعه هم هفته پیش هم اشارتی فرمودی. ایشان به نوشته آقای تورج اتابکی مقالاتی در آذربایجان شوروی می‌نوشتند، سرمقاله هایی در روزنامه حریت، و بعد بیشتر این مطالب سرمقاله ها ایرانیان رو ملتی با تاریخ و هویتی توصیف میکنه که علی رغم فراز و نشیب در گذشته و پذیرش بسیاری از ادیان و مذاهب، کمابیش توانستند فرهنگ و سنن 6000 ساله خود را نگه دارند. این اظهار نظرهای آقای پیشه‌وری بوده سالها پیش از اینکه پیشه‌وری پیش از پیدایش اتحاد جماهیر شوروی یا در جریان پیدایش اتحاد جماهیر شوروی، انگامی که مساواتچی ها در سودای ایجاد یک جمهوری آذربایجان بیرون از اتحاد جماهیر شوروی بودند، در روزنامه آذربایجان بخش رایم فک ایران مقاله هایی در زمینه ماندگاری ایران نوشته و این نکات که ایشان اشاره کردن در روزنامه حریت به همین پیوند پیدا میکنه. آقای امینی، پیرو سخنان هفته پیشتون نمونه هایی از مدارکی به دست آمده در ارتباط با سال روز 21 آذر رو میشه معرفی بفرمایید؟ در چند سال گذشته چند تن از پژوهشگران، به ویژه یکی از پژوهشگران که سخت پایبند جنبش فرقه دموکرات بوده، اسنادی رو منتشر کردن که این اسناد سپس از سوی پژوهشگران اروپایی مورد بررسی قرار گرفته. خود من هم برخی از این اسناد رو از سوی دوستانی که در باکو این اسناد رو در دسترسی به اونها داشتن دریافت کردم. در ایران هم بسیاری از این اسناد در دست کسانی بوده که یا در دست کسانی قرار گرفته که به مسئله آذربایجان بسیار علاقمندی دارند، و از جمله این اسناد مجموعه نامنگاری هایی است که یا اسنادی است که پیرامون پیدایش فرقه دموکرات از سوی گروه سیاسی یا پولیت بوروی حزب کمونیست شوروی به باقروف داده شده و دستورهایی است که در چگونگی پیدایش فرقه دموکرات صادر شده، که نشان میدهد که شخص استالین در قانون پدیدار شدن فرقه دموکرات بوده. حتی گزینش نام فرقه دموکرات رو هم در اون هنگام، یعنی در سال 1924، در دورانی که یکی از پرعضوترین شاخه های حزب توده در آذربایجان بوده، نزدیک 40,000 عضو داشته در آذربایجان حزب توده تا اونجایی که ادعا می کنند، این که در آذربایجان به جای پشتیبانی از حزب توده فرقه دموکرات رو به وجود آوردند و از واژه دموکرات به دلیل پیوند این نام با جنبش خیابانی بهره گرفتن، چون هم به حال حزب دموکرات آذربایجان رو ایجاد کردن یا فرقه دموکرات آذربایجان شاخه حزب دموکرات رو در آذربایجان ایجاد کردن، نشان میدهد که تا چه اندازه سودای بهره‌گیری سیاسی در میان بوده. این اسناد خوشبختانه امروز در دست ماست و هیچ یک از کسانی که طرفدار جنب و جوش پیشه‌وری و فرقه دموکرات در آذربایجان بودن، درست بودن این اسناد به زیر سوال نبردن. انگیزه کسانی رو که این اسناد رو منتشر کردند مورد تردید قرار دادند، ولی خود اسناد هیچگاه مورد پرسش قرار نگرفته. یکی دیگر از اسناد خاطرات سیدوف است. سیدوف منشی باقروف بوده و ماجرای تلفن ویژه‌ای که استالین به باقروف در
پایان کار زده و اون رو در آغاز کار، در آغاز گفتگوی تلفنی کوشش کرده که قانع بکنه که او هم با تصمیم گروه سیاسی حزب همراه بشود که قوای شوروی باید فوراً خاک آذربایجان را ترک کنه، این رو گزارش داده و میگوید که در پایان این گفتگوی 20 دقیقه‌ای سپس استالین پرخاشگرانه به باقرب گفت که ما توانایی درگیری در یک جنگ تازه رو نداریم و دستور داد که فوراً قوای شوروی رو از آذربایجان خارج کنند. این اسناد امروز در دست ماست و برخی از کسانی که به برگرداندن این اسناد یاری رساندن از هواداران فرقه دموکرات آذربایجان هستند و با این حال باید دید که این اسناد چگونه میتواند پرده از روی دخالت اتحاد شوروی در پیدایش فرقه دموکرات در آذربایجان بردارد و نشان بدهد که فرقه دموکرات آذربایجان اگرچه شاید هم رهبران اون آگاهی نمی داشتند دستپخت کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی و شخص استالین بوده و اونها بودند که دستور می دادند که چگونه این حزب، این فرقه در واقع در آذربایجان فعالیت بکنه. جالب اینجاست که یکی از این اسنادی که من دیدم درباره این است که درباره سخنرانی معروف پیشوری است، سخنرانی طولانی و درازی که پیشوری در پیدایش فرقه دموکرات ایراد کرده که در 6 شماره روزنامه آذربایجان گویا به چاپ رسیده، ولی پیش از اینکه این مجموعه در روزنامه آذربایجان به چاپ برسه متن سخنرانی رو همراه با برگردان آن به روسی باگروب برای یک گروه سیاسی یا استالین فرستاده که نشان میدهد که پیشتر از این سخنرانی آگاهی داشتن از متن سخنرانی و اداره کننده مجموعه کار بودن در این دوران. آقای امینی، این سیدوف خاطراتش قابل اعتماده؟ خاطرات در حدی قابل اعتماد است که خاطرات دیگران هم قابل اعتماد است. یعنی ما تا هنگامی که آزادی های پژوهشی و ژورنالیستی به تمام جهان گسترده نشود همه این یادمانده ها رو باید با تردید نگاه بکنیم، ولی این خاطرات بهایی برای سیدوب نمی داشته که بساز تاریخ رو، یعنی این دلیلی وجود نداره که سیدوب در ماجرای تلفن استالین به باقروف و گفتگوهایی که با او داشته دروغ پردازی کرده باشه، شاید هم گزافه‌گویی کرده باشه، ولی آنچه که از اسناد به دست می آید به نظر می رسد که خاطرات سیدوب در این زمینه کاملا درست است و کسانی هم که اینها رو در واقع جستن و برگرداندن بر این داوری هستند که خاطرات سیدوب خاطرات قابل اعتمادی هست، البته قابل اعتماد با تردیدهایی که همه پژوهشگران باید به اون نگاه بکنند، ولی من فکر میکنم که تاریخ گواهی میدهد یا این نگاه به تاریخ و مقایسه آنچه که باقروف و سیدوف گفته خوزش بکنم و رفتاری که باقروف در این دوران انجام داده و سپس خروج بسیار کند نیروهای شوروی از آذربایجان گواهی این است که یادمانده سیدوف کاملا درست است. بفهمین که شخصیت‌های اصلی این فرقه دموکرات که به فرمان خود استالین به وجود آمد چه کسانی بودن؟ سرنوشتشون چه شد؟ اگر اجازه بدهید این موضوع رو در یک برنامه دیگری هنگامی که من باز می‌گردم به کالیفرنیا و یادداشت‌های خودم در دستم هست به اون بپردازیم، ولی چهره‌هایی در میان اونها وجود دارد که برخی به راستی می‌توان گفت که آدم‌های سخت میهن‌دوست و شیفته آزادی و دموکراسی در ایران بودند و کسانی هم در میان اونها بودند که اعزامی بودند از اتحاد جماهیر شوروی و آمده بودند برای اجرای یک برنامه و در اجرای این برنامه هم بسیار موفق بودند.
روی هم رفته باید بود که شاید بین 5 تا 11 نفر شخصیت هایی هستن که در جریان برپا کردن فرقه دموکرات جایگاه ویژه‌ای داشتن. برخی از اونها آدم های براستی می توان گفت میهن پرست و آزادی خواه بودن، برخی از اونها هم مانند غلام یحیی معروف. اینها براستی یک پروژه قدرتی در پی داشتن، در دنبال داشتن و در سودای اون بودند و رفتاری هم که در این دوران انجام دادند با آرمان هایی که ادعا می کردند و وفادار هستند هیچ پیوندی نمی داشت. این رو در یک برنامه شده جداگانهی در برای یک شخصیت های فرقه دموکرات با شما حتما گفته بودم. اسامی شنو میشه بگین؟ اجازه بدهید که برای یه برنامه دیگری با جزئیات خدمتتون ارائه بدم. باشه. خب بفرمایید که این قطع رابطه تکنیکی ما با مشکلات ویژه هم به دنبال داشت که یه مقداری گرفت. به حافظه شما هیچ چیز صدمه نمیزنه خدای نکنه. حافظه نه. خیلی از اینا فقط حافظه نیست. من باید حتما به یادداشت ها رجوع کنم و یه مقداری این موقعیت لوجستیکی که در اون هستم این امکان رو اجازه نمیده. حالا یه سوال دیگه میکنم، امیدوارم که اونو بتونین در این شرایط پاسخ بفرمایید. بعضی از بازماندگان فرقه دموکرات هم خاطراتی نوشتن، آیا میتوان گفت چه مطالبی در میون اونها تازگی داره؟ کدومی که از اونا رو مثلا جان شاهلو رو بله مثلا خاطرات ایشون خیلی جنبه‌های جالب داره، چون خانواده ایشان در زنجان از خانواده‌های بزرگ ایلیاتی اون دوران بودن. آن چیزی که باید اشاره کنم در این زمینه، آذربایجان در هنگام انقلاب مشروطه و دوران های پس از انقلاب مشروطه دارای یک ساختار ایلیاتی بسیار بسیار پیچیده بوده. جدا از شهر تبریز، دیگر شهرهای آذربایجان اساسا شهرهای ایلیاتی نشین بودن. مرند و مراغب و اردبیل اینها شهرهایی بودن در دست سران ایلها و بسیاری از این سران ایلها در جریان جنبش سالهای خیلی پس از اون در جریان جنبش فرقه دموکرات نقش ایفا کردن و برخی هم حتی از بیرون از آذربایجان نقش در این زمینه داشتن. خاطرات جان شاهلو از این یعنی از این جهت بسیاری از خاطرات کسانی که از اون دوران بیرون آمدن و نقد کردن به دوران فرقه دموکرات از این جهت دارای ارزش است که جنبه هایی از رویدادهای اون زمان رو از دیدگاه کسانی در میان گذاردن که خود اونها تا شاید 10 سال پس از رویدادهای آذربایجان در پشتیبانی از این جنبش کوشا بودند و بسیاری از اونها تاوان رفتار خودشون رو در پناهندگی به اتحاد جماهیر شوروی دادن. آگاهی های اونها اونقدرها ارزشمند نیست که اسناد به دست آمده پس از فروپاشی اتحاد شوروی است. بیشتر آنچه که ما امروز آگاهی داریم و این آگاهی ها به ما یاری می‌رساند از لابلای خاطرات اون دوران به دست نمی آید، چون خاطراتی که به جای مانده دارای احساس و جنبه‌های شخصی و شاید حتی پیندوزی هاییست که نسبت به اون دوران وجود به وجود آمده، ولی آنچه که برای ارزش است اسنادی است که از لابلای آرشیوهای آذربایجان، جمهوری آذربایجان و اینجا و اونجا از اسناد اتحاد جماهیر شوروی به دست آمده. بیشتر اسناد از آرشیو جمهوری آذربایجان است و نه از اتحاد جماهیر شوروی. آیا ببینید درباره نقش قوام و داستان تهدید امریکا، تهدید شوروی به وسیله امریکا، آیا اینا راسته؟ خیلی ها گفتن که مدرکی در این زمینه در دست نیست. این خیلی ها کی هن؟
بسیاری از پژوهشگران ایرانی و حتی غربی تردید دارن درباره این که ترومن آمریکا رو به حمله هسته‌ای تهدید کرده باشه. ماجرا بر سر این است که در یکی از خاطراتی که از ترومن منتشر شده، خاطرنویس رسمی ترومن یا خاطرنویس نام‌آور زندگی ترومن به این اشاره کرده که ترومن یکی از کسانی رو که به بسیار به اون نزدیک بود یا از کسان دستگاه امنیتی ایالات متحده آمریکا بود و سپس رئیس سازمان CIA شد، اون رو به شوروی فرستاده و در دیداری که او با استالین کرده او استالین رو تهدید به حمله هسته‌ای کرده. در این که این دیدار انجام شده جای تردید نیست، یعنی همه گزارش های وزارت امور خارجه، اسناد آرشیو وزارت امور خارجه گواهی بر این است که رئیس آینده CIA با استالین دیدار کرده در همون دورانی که مورد گفتگوی ماست. اینکه جرین بر این دیدار چه گذشته هیچ گزارشی درباره اون موجود نیست. برخی از پژوهشگران گزارش دادن که ترومن خودخواهانه در این باره گفته بود کرده. ترومن در یادمانده خودش گفته من دولت شوروی رو تهدید هسته‌ای کردم و کسانی آمدن و گفتن که در مجموعی اسناد وزارت امور خارجه، در مجموعی اسناد دولت ایالات متحده آمریکا سندی در این باره موجود نیست. من تردید دارم که اگر در یک گفتگوی خصوصی نماینده که ترومن دولت شوروی رو اشاره بشه، اشارت کرده به دولت شوروی یا یک رهنمونی داده که ما بمب هسته‌ای داریم و شما نداریم، این رو در گزارش ها ثبت کرده باشم. آنچه که میدانیم این است که در اون هنگام، در دورانی که مورد گفتگوی ماست، سالهای 1945-46 ایالات متحده آمریکا تنها کشور دارنده بمب هسته‌ای بوده و این بمب هسته‌ای رو در هیروشیما و ناگازاکی آزمایش کرده بوده و دولت شوروی دارای چنین بمبی نبوده. اینکه آیا دولت ایالات متحده آمریکا شوروی رو تهدید به این کرده که در باکو و در صنایع نفت آذربایجان، جمهوری آذربایجان بمب هسته‌ای خواهد انداخت یا نه، این رو هیچ کس نمیدانه جز کسانی که در این گفتگوهای محرمانه درگیر بودند و گمان نمی کنم که این گفتگوهای محرمانه هرگز آشکار بشود. ولی این رو میدانی که جدا از این که آیا ایالات متحده آمریکا تهدید هسته‌ای کرده باشد یا نه، تهدید کرده شوروی رو، و این در گفتگوهای استالین نه تنها با سیدوف بازگو شده، یعنی آنچه که استالین گفت که ما آمادگی برای آغاز جنگ جهانی تازه رو نداریم گواه بر این است که یک تهدیدی در میان بوده. نامه ای هم از استالین در پاسخ به پیشوری در دست است. میدانی که پیشوری نامه نوشته به استالین و درخواست کرده که قوای شوروی در ایران باقی بمانند و استالین به او پاسخ داده که منافع دولت سوسیالیستی، میهن سوسیالیستی برتر از آن چیزی که در آذربایجان میگذرد و در آنجا به پیشوری گوشزد کرده که دولت اتحاد جماهیر شوروی که به تازگی از جنگ جهانی دوم بیرون آمده و با خسارات بسیار زیادی، آمادگی آغاز یک جنگ تازه ای رو ندارد. جنگ تازه به چه معناست؟ با چه کسی؟ گمان نمی کنم استالین دغدغه یا نگرانی جنگ با ارتش ایران رو داشته. ارتشی ما نداشتیم که استالین به سیدوف بگوید، به باقرف بگوید که از ایران خارج بشوید چون ما آمادگی آغاز جنگ جهانی سوم رو نداریم، یا به پیشوری بگوید که ما نمیتوانیم وارد یک درگیری تازه بشویم. اونا درگیری تازه با ایران نیست، درگیری تازه با ایالات متحده آمریکا است که پیروزمند از جنگ جهانی
خصوصی میخوام جنگ جهانی دوم بیرون آمده با اختصارات بسیار اندک و دارای قدرت هسته‌ای است و اتحاد جماهیر شوروی دارای این قدرت هسته‌ای نیست. بنابراین اگر هم اسناد دقیقی در مورد تهدید ترومن در دست نباشد، میتوان پذیرفت که دولت ایالات متحده با توانایی های هسته‌ای که میداشته به دولت شوروی هشدار داده و به دنبال هشدار ایالات متحده آمریکاست که و به دنبال چند دیدار از سوی نمایندگان رسمی ایالات متحده آمریکاست که دولت شوروی در دو جبهه، جبهه یونان و آذربایجان عقب نشینی کرده و پذیرفته که عقب بنشیند. یک نوع مذاکراتی هم به وجود آمده که شوروی حریم امنیت غرب رو پذیرفته که ایران بخشی از اون بوده، ترکیه بخشی از اون بوده و ایالات متحده آمریکا هم حریم امنیت شوروی رو اروپای شرقی باشه پذیرفته. بنابراین جدا از این که آیا ایالات متحده آمریکا به راستی تهدید هسته‌ای کرده یا نه، میتوان پذیرفت که این در واقع ایالات متحده آمریکا بود که شوروی رو واداشت که خاک ایران رو ترک کنه و این افسانه‌ای که ساختن به برخی از بستراب پژوهشگران در نوشته‌های خودشون اون می‌نازن که قوام السلطنه قهرمان مذاکره با استالین بوده و استالین رو فریب داده، افسانه‌ای بیش نیست. تصور این که استالین فریب قوام رو بوده باشه، خب برای یک ایرانی که فکر می‌کنه هنر نزد ایرانیان است و بس، شاید بسیار شادی بخش باشه، ولی واقعی نیست که در یونان و آذربایجان همزمان اتحاد جماهیر شوروی عقب نشسته و این شگرد دیپلماتیک قوام بوده که این کار رو انجام داده. قوام پس از اینکه از سفر شوروی بازگشت به مجلس گزارش داد، میدونید که مجلس در حال بسته شدن بود و باز نگه داشتن تا قوام بازگرده و یک گزارش ویژه‌ای رو به مجلس بدهد، و پس از گزارش قوام به مجلس، مجلس این دوره مجلس تعطیل شد. ولی گزارش قوام این بود که من با ژنرالیسم استالین فیلم نگاه کردم، گفتگوهای راجع به تاریخ داشتیم، هیچ اشاره‌ای در این نیست که من با چنان شگردی و چنان تردستی استالین رو به چنان واکنشی برانگیختم که خاک ایران رو ترک کنم. مذاکرات میان ایران و شوروی پس از اون هم ادامه پیدا میکنه و یک باره اتحاد جماهیر شوروی نه از برق نگاه قوام السلطنه، نه از لطف کارهای دیپلماتیک ایشان یا دیگران، بلکه به دلیل فشاری که ایالات متحده آمریکا می آورده ایران رو ترک میکنه. از این منظر باید گفت که خروج ارتش شوروی از ایران مدیون فشار ایالات متحده آمریکا در این دوران بوده. آیا این دولت مرکزی ایران کار مهمی نکرده؟ نمیتوانسته بکنه جناب مهبی. این نیست که کار مهمی کرده یا نه، یه دولت ناتوانی روی هم رفته بوده که در سازمان ملل شکایت کرد. بله، دولت ایران در سازمان ملل شکایت کرد و توجهی هم به این شکایت نشد. بیشتر هم ایالات متحده آمریکا بود که به شکایت ایران توجه داشت. در اون دوران فاتح از جنگ جهانی دوم ایالات متحده آمریکا بود و ایران یک کشور بسیار ناتوان شده ای بود که ارتشی نداشت، ارتش بسیار ناتوانی داشت. این که میگویند ارتش ایران رفت آذربایجان رو نجات داد، خب این هم یکی از داستان هاست. پیش از اینکه اصلا ارتش به آذربایجان برسه، فرقه دموکرات سقوط کرده بود. بسیاری از هواداران فرقه دموکرات به دست مخالفان اونها در تبریز و شهرهای دیگر کشته شده بودند و بسیاری فرار کرده بودند. دولت ایران دولت توانایی برای درگیری با یک دولتی مانند شوروی نبود. حالا گوش نکنید، حالا پیش از اتحاد جماهیر شوروی روسیه 89 بار به خاک ایران تجاوز کرده بود و اتحاد جماهیر شوروی هم همین کار رو دنبال کرد و دولت ایران دارای توانایی برای که چه بگوید
با شوروی در بیفتد نمی‌داشت جز واکنش و اعتراض. پذیرفته بودند که دولت شوروی بخشی از نیروهای متفقین باشند که در خاک ایران هستند و شادمان شدند که شوروی ایران رو ترک کرد، ولی راستی این است که دولت مرکزی در ایران کار چندانی هم در این زمینه نمی‌توانست بکند. آقای امینی، این فرقه دموکرات بعد از خروج نیروهای نظامی روسیه از ایران سقوط کرد یا تا مدتی همچنان صاحب قدرت بود؟ نه خیر، همون روزهایی که ارتش شوروی از ایران خارج شد در کوتاه زمانی فرقه دموکرات سقوط کرد و حتی میتوان گفت که یعنی در قدرت به معنای بودند، ولی راستی باید گفت هنگامی که به پایان کار این ماجرا رسیده بودیم، پیش از اینکه از سوی دولت مرکزی کاری انجام بشود در خود آذربایجان کار فرقه دموکرات به پایان رسیده بود. دولت شوروی 3 روز مرز رو باز گذاشت برای اینکه هواداران و اعضای فرقه دموکرات به خاک شوروی بروند. نامه بسیار دردناکی هست با امضای 5 تن رهبران فرقه دموکرات به استالین در همون 2 روز پایانی، 2 یا 3 روز پایانی فرقه دموکرات، هنگامی که دیگر ارتش اتحاد جماهیر شوروی از ایران خارج شده و دولت و فرقه دموکرات دیگه توانایی دفاع از خودش رو نداره، نامه ایست که پیشوری و پادگان و غلام یحیی و دیگران هم امضا کردن و از اون از درخواست کردن از استالین که حالا اسلحه را مالید بدهید و اجازه بدهید که ما مقاومت بکنیم. بخش بسیار دردناک این نامه در این است که رهبران فرقه دموکرات کوشش میکنند استالین رو قانع بکنند که اونها بهترین نمایندگان منافع شوروی در ایران خواهند بود و اگر اونها بمانند مسئله نفت شمال رو بهتر از پیمان و یا وعده‌ای رو که قوام به استالین داده به انجام خواهند رساند. می‌دانید که افسانه این است که دولت شوروی بر پایه وعده قوام در دادن امتیاز نفت شمال پس از تصویب مجلس آذربایجان رو ترک کرد. او به استالین نمی‌دانستی که مجلس میتواند رأی مخالف به این موضوع بدهد که داد، ولی در اون هنگام این نامه بسیار شرم‌آوری که نوشته شده از سوی امضای پیشوری هم زیر اون هست، از سوی اونها نوشته شده و به استالین گفتن که ما وفادارتر از وعده قوام برای حفظ منافع شوروی در ایران هستیم، شاید با ابزارهای ایدئولوژیک اون زمان همخوانی داشته باشه که فکر میکردن پوزش میخوام اتحاد جماهیر شوروی مام سوسیالیستی است، مادر سوسیالیستی است و در راه اون هر کاری میتوان انجام داد و راستی این است که پوزش میخوام راستی این است که از پس کاری هم به راستی بر نمی آمدن، یعنی گمان اونها این بود که اونها وفادار به اتحاد جماهیر شوروی هستن، ولی اتحاد جماهیر شوروی وفادار به اونها نبود. این نامه گواه بر این است که چنین باوری در میان اون بخش از چپ ایران وجود می داشت که پیوند داشتن با اتحاد شوروی برتر از یک پارچگی ایران است. اون گروهی از چپ های ایران خیلی هم برای باور نبودن، ولی اتحاد شوروی وقتی خاک ایران رو ترک کرد دیری نخواهید که فرقه دموکرات از هم پارچه. آیا منی حزب توده بله در ماجرای آذربایجان نقشی داشت یا نداشت؟ ما 2-3 دقیقه وقت داریم. حزب توده در آغاز همه یه اسنادی که امروز در دست ماست و خاطرهایی که از کسانی مانند اسکندری و دیگران در دست داریم جواب بر این است که بیشتر رهبران حزب توده موافق تشکیل فرقه دموکرات نبودند.
و حتی به یک معنا میتوان گفت شگفت زده شده بودن که اونها بناست نماینده کومینترن یا اون کنوانسیون جهانی کمونیستا در ایران باشند و اتحاد جماهیر شوروی بران شده که گروه دیگری رو در آذربایجان برانگیزد. این رو هم میدانیم که در اون دیدار نهایی برای ایجاد فرقه دموکرات رهبر حزب توده در باکو با باقروف و سوسولوف و پیشوری دیدار کرد و به او دستور دادن که شاخه حزب توده در آذربایجان منحل بشود و اعضای حزب توده به فرقه دموکرات بپیوندند. در آغاز هم مقاومت در برابر این موضوع وجود داشت، حتی در کمیته مرکزی حزب توده در تهران واکنش نسبت به این موضوع وجود داشت و مخالفت بود، ولی هنگامی که رهبر حزب رو فرا خواندند و در باکو به او ابلاغ کردند که این تصمیم حزب مادر هست، او هم پذیرفت و حزب توده در آذربایجان خودش رو منحل کرد، یعنی شاخه ایالتی حزب توده منحل شد. در اون دوران فراموش نکنید که بسیاری از کسانی که توده‌ای و حتی رهبران توده‌ای بودند ولی با سیاست‌های شوروی گاه مخالفت می‌داشتند از آذربایجان تبعید شدند. جودت از رهبران از توده و آذربایجانی بود. خلیل ملکی اینها را از آذربایجان بیرون کردند. ارتش اتحاد جماهیر شوروی اینها را از آذربایجان بیرون کرد چون سر ناسازگاری با سیاست‌های ارتش سرخ داشتند. حتی شاخه های مستقل جنبش کارگری آذربایجان رو به یاری همین ارتش سرخ توده ها گرفتند و کسانی رو از اونجا مانند افتخاری و دیگران بیرون کردند. ولی در اون نگاه وقتی حزب توده رو دستور رسمی آمد که حزب رو باید منحل کنند، حزب منحل کردند، کسانی هم نپیوستند به فرقه دموکرات. ولی شاخه ایالتی حزب توده در آذربایجان یکی از نیرومندترین شاخه های ایالتی این حزب بود و به دستور اتحاد جماهیر شوروی رسما خودش رو منحل کرد و اعضای اون به فرقه دموکرات آذربایجان پیوستند که نشانه ای از تبعیت و فرمانبرداری حزب توده از دستورهای رهبران اتحاد جماهیر شوروی. جناب آقای امینی خیلی ممنونم ازتون، دستون درد نکنه. ما انشالله هفته آینده که برگشتیم ادامه خواهیم داد این بحث رو. حتما من شما و از همینان بسیار پوزش بخوام به دلیل گرفتاری فنی، همچنین از دوستی بسیار گرامی هم آقای دستمالچی که منظر خودشون رو امشب در اختیار ما قرار دادن و با همه پوششی که ما انجام دادیم این برنامه با کیفیت بسیار خوبی انجام نشد و من متاسفانه نتوانستم در این زمینه اون آگاهی هایی که در دست دارم در اختیار شما همین هم قرار بدم. بسیار پوزش بکنم و امیدوار هستم که در برنامه دیگر جبران بکنم و جناب دستمالچی که در اینجا نشستن به بود خودشون رو به همینان دفاعی میرسنم و امیدوارم که در این بحث بسیار ارزنده ای که شما آغاز کردن شما در یه برنامه دیگری از اون برنامه هایی که جناب مهدی شما در دست دارید و در دست پخت دارید خیلی ممنونم جناب آقای امینی، موفق باشید هفته آینده در لس آنجلس. خوب و خوش باشین و همچنین همه همیهنان عزیز با سپاس از کارگردان برنامه. شب و روزتون بار دیگر خوش.